تو بهبهی جنگ جهانی دوم بود. لندن شبها خاموش میشد تا جلوگیری بکنه از بمبارون. مردم میترسیدن و توی خونه هاشون پنهان می شدن. اما همین زمان تو کوچه خیابون های لندن وحشت جریان داشت. یک قاتل خطرناک توی خیابون ها راه میرفت. با من همراه باشید. سلام من مرزیم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید اگر این اولین بار چهره من رو میبینید بگم که ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش هم از ویدیو باخبر با خبر بشید یادتونم نره اگر این ویدیو رو میبینید لایکش بکنید به خاطر اینکه به ما دلگرم میده همونطور که اول ویدیو گفتم قراره بریم به لندن بریم به دورانی که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده و مردم شبها برمیگردن توی خونه هاشون هوا که تاریک میشه آدم ها آروم آروم میرن توی خونه ها تمام پنجره ها رو با پتو و کاغذ و مقوا پوشوندن. مردم از ترس جریمه های سنگینی که دولت از ترس بمبارون گذاشته چراغهای کمی رو توی خونه هاشون روشن میکنن و انگار که شبا شهر خاموش میشه همه شهر توی یک سکوت فرو میره و به محض شروع غروب خورشید آدم ها با یک چراغ قوه کوچیک به سمت خونه هاشون راه میافتند سال 1942 و لندن در جنگ جهانی درگیره شهر پر شده از پناهگاه هایی که برای غیر نظامی ها ساختن کیسه های شنی که اینور و اونور پخش شدن و توی این شهر یک خانومی هست یک شنبه 8 فوریه 1942 یک خانم 41 ساله‌ای به اسم اولین همیلتون یک شب قرار توی لندن بمونه اومده لندن یک شب بمونه یک پانسیون گرفته یه شب میخواد بخوابه و بعدش راه بیفته بره به یک شهر دیگری قرار اونجا باشه به خاطر اینکه یک شغل تازه پیدا کرده توی یک داروخونه و خیلی هم بابتش هیجان داره وقتی که اتاقش رو میگیره و وسایلش رو میذاره توی اتاق اون پانسیون میاد پایین به مسئول و اونجا میگه که من میخوام شام بخورم جایی هستی اطراف که من بتونم شام بخورم بهش میگه آره یه 800-900 متر جلوتر که بری یک رستورانه که برخلاف اکثر رستورانهایی که توی لندن بستن این همچنان شبها کار میکنه وقتی این رو میگه ولین راه میفته میاد بیرون 800 متر رو پیاده میره میرسه به یک جایی که از بیرون ساکته هیچ خبری نیست اما داخلش زندگی جریان داره داخل این رستوران که هیچ نوری ازش بیرون نمیاد پر از نور و آهنگ و رقص سربازهایی که زمان استراحتشون میرن اونجا برای که شبهاشون رو بگذرونن میزها شلوغ میره داخل یک میزی رو بهش میدن میشینه پشت میز یک نوشیدنی سفارش میده اون شب شب تولد اولین هم بوده و خیلی از این قضیه خوشحاله میخواد توی چهل سالگی یک زندگی تازه رو شروع بکنه یک شهر دیگری کار پیدا کرده تونست از این مسائل اقتصادی که به خاطر جنگ پیش میاد سربلند بیرون بیاد و شغل خوب با درآمده خوبیه نوشیدنش رو میخوره غذاش رو میخوره وقتی همه اینها تموم میشه تصویه حساب میکنه میاد بیرون و راه میفته به سمت پانسیون برای اینکه شب رو بگذرونه یک کم راه رفتن برای اولین دشوار بوده به خاطر اینکه کفشای پاشنه بلند پوشیده بوده و مجبور بوده که از کنار خیابون آروم آروم قدم بزنه تا برسه به پانسیون چیزی که از کنارش شبور میکرده پناهگاهایی بوده که برای غیر نظامی ها در زمان بمباران ساخته شده بوده وقتی که نزدیک میشه به یکی از این پناهگاه ها یک نفری از پشت سر اون رو میگیره و میکشتش توی یکی از این پناهگاه ها زمان میگذره هشت و نیمه صبح دو نفر بیدار شدن و دارن میرن سمت محل کارشون و متوجه میشن که چیزی توی یکی از این پناهگاه ها داره سوسو میزنه یک نوری انگار که یک چراقوهی اونجا روشنه کنجکاو میشن میان میرن پایین و میبینن که بله یک خانومی روی زمین دراز کشیده و به نظر نمیاد که زنده باشه دامنش رو دادن بالا لباس زیرش تا زانو پایین کشیده شده پیرهنش پاره شده سینه چپش اومده بیرون و مشخصه که مرده میان بیرون به پلیس اطلاع میدن مامورای پلیس فرستاده میشن اونجا تا بررسی بکنن و میبینن که بله اولین همیلتون چهل و یک ساله به قتل رسیده یک برف سبکی میومده اون زمان ولی به خاطر تعداد مامورای پلیسی که جمع شده بودند دم در این پناهگاه تمام رد پاها از بین رفته بوده و هیچ نشونه ای باقی نمونده بوده اطرافش هیچ اثر انگشتی نبوده به نظر میومده که قاتل دستکش دستش بوده چیز دیگری که مشخصه توی پزشکی قانونی معلوم میشه اینه که با وجود اینکه علائم تجاوز وجود داره اما هیچ تجاوزی اتفاق نیفتاده به نظر میاد که قاتل فرصت پیدا نکرده یک سری خراشیدگی روی کفش های اولین وجود داره و علائمی از درگیری اما درگیری خیلی شدید نیست به نظر میاد که اصلا فرصت نکرده چندان از خودش دفاع بکنه حالت چشمهاش نشون میده که خفه شده چیزی که برای پلیس مشخصه اینه که قاتل نمیتونسته خیلی زیاد اون رو بشناسه به خاطر اینکه کلا یک شب بوده که توی لندن بوده کسی از سفرش خبر نداشته کسی نمیدونسته که کجا میخواد بمونه و خب نزدیکترین گزینه اینه که مردهای اطرافش رو بررسی بکنن میرن سراغ کسی که صاحب پانسیون بوده میرن سراغ کسایی که اون شب توی اون رستوران بودن تک تک اینها رو برای مصاحبه و بازجویی میارن اما از هیچ کدوم اینها حرفی در نمیاد هیچ کدوم اینها چیزی نداشتن که به پلیس بگن و همشون شاهدی داشتن که ثابت میکرده قاتل نیستن خب از اطراف ولین چه چیزهایی پیدا شده کیفش کمی با فاصله ازش پیدا شده داخلش هیچ پولی نیست یک کارت جیره‌بندی داشته یک کارت شناسایی داشته که همه اینها داخل کیف بوده اما پول همراش نیست پولی داخل کیف نیست خواهرش به پلیس میگه که من خواهرم یعنی اولین خیلی به بانک ها بدبین بود مخصوصا تو دوران جنگ به خاطر همین هم پولش رو بانک نمیذاشت و حداقل 80 پوند که اون زمان عدد بالایی بوده توی کیفش وجود داشته پس انگیزه دزدی هم در این مورد وجود داره ساعت اولین شکسته و روی ساعت یک شبه پس ساعت قتل همون یک شب بوده زمانی که درگیری اتفاق افتاده و در نهایت منجر به قتل اون شده دوشنبه شب کمتر از 24 ساعت بعد از قتل اولین همیلتون یک خانم دیگه ای که اون هم اسمش اولین بوده اولین اوتلی 35 ساله بوده و داشته توی یک باری نوشیدنی میخورده نوشیدنیش رو میخوره یکم در مورد خودش بخوام بگم 6 سالی میشده که اومده بوده به لندن یعنی 29 سالگی اومده بوده اون زمانی که راه افتاده بوده و اومده بوده اینجا هدفش این بوده که بازیگر تئاتر بشه با کلی رویا اومده بوده اینجا و قصد داشته که به عنوان بازیگر به زندگیش ادامه بده اما وقتی که میرسه اول اینکه زمان میبره تا شغلی توی حوزه بازیگری پیدا بکنه ولی با شروع جنگ تقریبا همه تئاترها تعطیل میشن و رویای ولی نوتلی از بین میره برای اینکه تبدیل به یک بازیگر تئاتر بشه یک خونه ای میگیره که سه تا در حقیقت سه نفر بودن که توی خونه زندگی میکردن ولی واحدهای جدا جدا داشتن واحدای کوچیک کوچیک اتاقهای کوچیک کوچیک جدا جدا نوشیدنیش رو میخوره برمیگرده میاد که بره به سمت خونش راه میفته و وقتی میرسه خونه آیوی همسایه روبرویش یه پیرمردی یک مرد مسنی توی اون ساختمون زندگی میکرده و آیوی یک دختر دیگری که واحدش روبروی واحد اولین اوتلی بوده آیوی متوجه میشه که اولین با یک آقای جوانی که مثلا میانه 20 سالگی 25-6 سالگی اومد خونه میدونست که اولین اتلی گاه گداری برای اینکه زندگیش رو بگذرونه به عنوان کارگر جنسی کار میکنه اما تا حالا ندیده بود که با مرد انقدر جوانی بیاد خونه چیزی بهش نمیگه اون میاد میره توی واحدش و صدای رادیو رو میشنوه یک نور ضعیفی توی اتاقش هست و صدای رادیو میاد آیوی سعی میکنه که بخوابه میاد که استراحت بکنه و تازه چشماش سنگین شده بوده تازه چشماش رفته بوده رو هم که صدای موسیقی جز خیلی بلندی میاد و خیلی عصبانی میشه بلند میشه بدخواب شده بوده تا حالا پیش نیامده بوده که اولین یک همچین کاری بکنه صدای موزیکش رو نیمه شب ببره بالا اما خب به جای اینکه پاشه بره در بزنه و بهش تذکری بده میگه شاید حالا سن اتفاق افتاده از این ور به اونور میشه یه چیزی میذاره روی گوشش میگه حالا یه امشب رو سر میکنم فردا باش صحبت میکنم یا اگر دوباره تکرار کرد این کارو میکنم کم کم هم خوابش میبره و صدا هم قطع میشه صبح روز بعد آیوی نشسته روی صندلیش داره روزنامه میخونه داره اخبار جنگ رو پیگیری میکنه و حواسش به کارهای خودشه که در میزنه دو تا مامورن که اومدن پول خورد توی کنتور رو جمع بکنن اون زمان در لندن این شکلی بوده برق که آدم ها پول خورد مینداختن توی کنتور و این یک زمان محدودی کار می‌کرد. هر از چندگاهی هم این مامورا می اومدن و این پول خوردا رو جمع میکردن این دو تا مامور میان و به آیوی میگن که اومدیم پولو برداریم و پولو برمیدارن و میگن آیا واحد دیگه هم هست که کنتور داشته باشه میگه آره همین واحد روبروییم که مال یک خانمی به اسم اوتلی میگن باشه پس ما میریم از اون هم بگیریم میرن دم در اتاق اولین و میبینن که در اتاق بازه برای آیوی هم خیلی اتفاق عجیبی بوده در رو باز میکنن میرن داخل میبینن که اتاق تاریکه پرده های زخیم کشیده است خیلی چیزی به نظرشون نمیرسه یکی از این مامورا چرا قوش رو روشن کنه کنتور هم شارژش تموم شده اون پولی که توش انداخته بودن اندازه مصرفش تموم شده بوده چرا قوه رو میندازه روی تخت و میبینه که یک جسد روی تخته جسدی که گلوش بیخ تا بیخ بریده شده آیوی هنو لباس خواب تنش بوده اون خانم همسایه همراه این دوتا مامور میاد بیرون دم در یک افسر پلیسی رو پیدا میکنن صداش میکنن میارنش بالا افسر پلیس وقتی این صحنه رو میبینه شدکه میشه که از بدترین چیزایی بوده که تو زندگیش دیده بوده بلافاصله میاد درخواست نیرو میکنه و کسانی که مسئول دایره قتل بودن میان به این خونه جسد اولین به شکل مورب کج روی تخت قرار گرفته بوده همونطور که گفتم گلوش رو بریده بودن علاوه بر اون زخم های عمیقی داشته روی پهلوش روی شکمش دو تا میله موفر کنه خونالود کنارش بوده وحشتناکترین بخشش این بوده که یک در باز کن که برای باز کردن قوطی های فلزی ازش استفاده می شده کنارش بوده که با اون بهش آزار جنسی رسونده بودن و یک چراق قوه کوچیک هم داخل بدن اولین بوده مشخص بوده که با اون هم بهش آزار جنسی رسوندن مسئولای پزشکی قانونی میگن که آسیب ها و ویژگی های چهرهش نشون دهنده اینه که سه چهار ساعتی از زمان مرگش میگذره و نیمه شب کشته شده احتمالا همون زمانی که صدای موسیقی رفته بوده بالا ویژگی های چهره حالت چشم ها نشون دهنده این بوده که پیش از اینکه بسیاری از زخم ها بهش وارد بشه خفه شده یعنی اول خفه شده و زخم ها در حالت نیمه جان بهش وارد شده یا زمانی بوده که کاملا مرده بوده پزشکی قانونی تایید میکنه که آزار جنسی بعد از مرگ اتفاق افتاده بریدگی گلو هم بعد از مرگ اتفاق افتاده کیف دستیش توی خونه بوده اما هیچ پولی توی کیفش نبوده و چند تا تیکه وسیله قیمتی هم از خونش گم شده بوده الان پلیس یک شاهدی داشته دیگه آیوی دیده بوده که یک پسری وارد شده با ابلین باش صحبت میکنه و میگه که تو چی به خاطر داری میگه که خیلی روشن نبود اما من تونستم تا حدی چهرش رو ببینم موهای بلند موجداری داشت که به یک طرف شونه کرده بود یک چونه نکتیزی داشت صورت سفیدی داشت بسیار معدب صحبت میکرد یک پالتوی آبی پوشیده بود که دکمش رو تا بالا بسته بود حدوداً 170 سانتی بود و 25-6 ساله به نظر می دقت کنید که الان در عرض 24 ساعت دو تا قتل در لندن اتفاق افتاده که خیلی با هم متفاوتن. یکیشون به نظر میاد که یک قتل رندوم تصادفیه که توی خیابون اتفاق افتاده. ماجره که برای همیلتون پیش اومده. و دیگریش کسیه که کارگر جنسی رو کشته و باهاش رفته خونه. در ظاهر دو قتل متفاوت از همدیگن اما پلیس یک شکی داشته اینکه هر دو قتل کار یک نفره. یعنی همون قاتل اول همیلتون رو کشته و چون اونجا خطا کرده و دیده که ممکنه گیر بیفته و مجبور شده زود جسد رو رها بکنه برای قتل بعدیش رفته خونه گه مقتول. چرا پلیس یک همچین احتمال بعیدی رو میده در حالی که این دو تا قتل کاملا از همدیگه متفاوتن دلیلش اینه که طبق نظر پزشکی قانونی قاتل چپ دست بوده قاتلی که جفت اینها رو کشته چپ دست بوده آسیب هایی که روی بد... طرف راست بدن اینها بوده دیگه قاتل روبه رو قرار میگیره بیشتر از طرف چپ بوده و از طرفی فشار روی گلو هم در سمت راست گردن مقتولین بیشتر بوده پس حالا که یک قاتلی وجود داره که چپ دسته احتمال اینکه یک نفر باشه هم زیاد اونم در عرض 24 ساعت بعد از قتل اولین اوتلی یعنی قتل دوم کارگرای جنسی لندن توی حالت آماده باشی میرن خیلی حواسشون رو جمع میکنن تنها رفت آمد نمیکردن سعی کردن توی جمع باشن اگر مشتری براشون میاد مشتری رو به بقیه نشون بدن اطلاع بدن که دارن با اون مشتری میرن اما خب خیلی کارشون رو تعطیل میکنن خیلی هم نمیتونستن تعطیل بکنن به خاطر اینکه دقیقا اون دوره دوران رونق کار کارگرهای جنسی بوده وقتی که توی بحبوحه جنگ قرار گرفته بوده کشور انگار که آدم ها فکر میکردن که ما همین یه شب رو وقت داریم دیگه کی میدونه فردا مرده ایم یا زنده ایم به خاطر همین هم خیلی زیاد کار, کار کارگرهای جنسی رو نق گرفته بوده و خیلی حاضر نبودن که کارشون رو ترک بکنن پلیس میاد یه سری از افسرهای خانوم رو در قالب کارگرهای جنسی میفرسته توی شهر برای اینکه بگردن و ببینن که آیا این مشتری عجیب و غریب رو با این ویژگی هایی که آیوی تعریف کرده بوده پیدا میکنن یا نه اما در نهایت بی نتیجه است توی همین شب ها همین شب یعنی یک شب بعد از قتل اولین اوتلی یک خانومی پاتریشیا بورگ 28 ساله وایساده بوده گوشه خیابون اون هم کارگر جنسی بوده برای اینکه مثلا حالا استراحت بکنه تا مشتریش رو پیدا بکنه یک سیگاری روشن میکنه دم ویترین یک مغازهای ساعت ده شب داشته این سیگارش رو میکشیده یک آقای جوان خوش که یک لهجه آکسفوردی بسیار تمیزی داشته میاد سمتش و بهش میگه که من باهات بیام دو پوند بابتش میدم با این که این آدم خیلی تمیز و مرتب بوده و دو پوند خیلی پول زیادی بوده بابت خواستش اما پاتریشیا حس بدی پیدا میکنه حس میکنه که این آدم بیادبه و ترجیح میداده که با این آدم نره دلیلش هم اینه که بعد از این که این بهش میگه که من دو پوند میدم و یکم پاتریشیا تعلل میکنه و صبر میکنه میگه که خیلی از با واسه دو پوند همه کار میکنن و در نهایت پاتریشیا بهش میگه که نه من باهات نمیام برو یک نفر دیگه ای رو پیدا بکن بعد از اینکه این مرد فاصله میگیره از پاتریشیا کمی دورتر یک خانم 25 ساله یک کارگر جنسی 25 ساله دیگری ایستاده بوده به اسم کاترین مولکاهی کاترین وایساده بوده و منتظر مشتری بوده که میبینه که یک نور قرمزی داره بهش نزدیک میشه یک مردی که داره سیگار میکشه کم کم میاد جلو صورت این رو تو نور میبینه به نظر میاد که خیلی آدم ترتمیز و مرتبیه میاد و بهش میگه که من باهات بیام و همون دو پوند رو پیشنهاد میده کاترین که این رو میشنوه اولش یه ذره براش قیافه یارو عجیب بوده نه به خاطر اینکه خیلی مرتب بوده ها انگار که چشماش خالی بوده انگار که هیچی پشت چشمای این آدم نبوده هیچ احساسی پشت چشمای این آدم نبوده اما در نهایت قبول میکنه میگه باشه بیا بریم خونه من توی راه توی ماشین توی تاکسی کاترین پشیمون میشه ولی چون پول رو اول گرفته بوده نمیخواسته دنبال درد سر نبوده دنبال ماجرا و داد و بیداد نبوده این رو بگم که خب شغلشون غیرقانونی بوده ممکن بوده به درد سر بیفتن ممکن بوده یارو لج بکنه بهش آسیب فیزیکی برسونه قبول میکنه میگه که اشکال نداره حالا بیاد بریم خونه من زود تموم میشه میاد میره کاترین وارد خونش میشه و هیچ کدومشون پول خورد نداشتن که توی اون کنتوره بندازن و برق خونه شروع به فعالیت بکنه و برقا وصل بشه یک تکه کاغذی رو آتیش میزنه توی یک قابلامه ای میذاره برای اینکه یک نوری توی خونه باشه لباساشون رو در میارن میرن توی رخت خواب و چند ثانیه که میگذره همه چیز تغییر میکنه. بلافاصله فاصله این مرد معدبی که با لحجه خیلی اشرافزاده ها صحبت میکرده دستاش رو میذاره روی گلوی کاترین و شروع میکنه فشار دادن. لحظه که این کار رو میکنه و اونقدر محکم فشار میده کاترین میفهمه که همه چی داره تموم میشه این دیگه آخر زندگی منه این نفسایی که دارم میکشم آخرین نفسهاییه که تو زندگی میکشم و قرار همه چیز تموم میشه شروع میکنه به جنگیدن با دستاش اما خب فایده ای نداشته اون مرد زانوهاش رو روی بدن کاترین قرار داده بوده و نمیتونسته کاری بکنه در لحظه آخری که هنوز میتونسته درست فکر بکنه به خاطر میاره که هنوز چکمه پاشه هنوز پوتین پاشه زمستون بوده دیگه پا رو میاره بالا و یک لگد محکم توی شکم مردی میزنه که روش بوده مرد پرت میشه کاترین بلند میشه میاد یک گلدون بزرگ و سنگین رو برمیداره در رو باز میکنه همسایه ها رو صدا میکنه و همسایه ها میان نور آورده بودن با خودشون مرد که از جاش بلند شده میره یه گوشه ای ترسیده میگه که اگر ممکنه نور بندازید من لباس رو بپوشم و کاترین میدونسته که کی توی خونشه. بعد از کشته شدن ولی نوتلی خبر پخش شده بوده و مردم رو یاد جکتری مینداخته قاتلی که از 1888 تا 1891 کارگران جنسی رو توی لندن میکشته توی شرق لندن و همه فکر میکردن که این قاتل هم یک کپیکار از اون قاتله. و وقتی که این آدم داره لباس میپوشه کاترین بهش میگه که تو قاتلی زودتر از اینجا برو بیرون موقعی که میاد سمت کاترین دو تا اسکناس یک پوندی پرت میکنه سمت کاترین و میگه که ببخشید فکر کنم بیش از حد مست بودم میاد بیرون میره و کاترین میدونه که همین چند دقیقه قبل قاتل زنجیرهی خاموشی رو از خونش بیرون کرده قاتل زنجیرهی که توی خاموشی شب میوفته دنبال کارگران جنسی اما قاتل لندن نمیخواست آروم بشینه این زمان بود که اون رفت سراغ دوریس جوانت دوریس جوانت سالها قبل آشنا شده بود با یک آقایی به اسم هنری جوانت اون زمان البته دوریس فامیلیش این نبود همدیگر رو وقتی دیده بودن که رفته بودن به یک مرکزی برای خرید توی ایستگاه اتوبوس کنار هم نشسته بودن با هم صحبت کرده بودن و برای هنری اون عشق لحظه اول اتفاق افتاده بود بعد از دو ماه دوستی هم درخواست ازدواج داده بود به دوریس و با هم دیگه ازدواج کرده بودن اوایل وضع مالی هنری وضع مالی خوبی بود میتونست از پس هزینه ها بر بیاد اما با شروع جنگ یکم اوضاعشون تغییر کرده بود اما الان دوباره اوضاعشون داشت سر و سامون می گرفت. هنری به عنوان مدیر کارکنان یک هتلی شروع به کار کرده بود. شغلش هم شیفتی بود. 24 ساعت سر کار بود و بعد برمیگشت خونه. روز جمعه 13 فوریه 1942 از یکی از این شیفت ها برمیگرده خونه میرسه دم در خونه و میبینه که شیشه شیری که میارن میذارن دم در هنوز پشت دره و خب طبق چیزی که میدونسته همسرش باید این رو بر می داشته خیلی شوکه میشه در رو میکنه میره تو همسرش رو صدا میکنه اما هیچ خبری از اون نیست بیشتر میگرده میره سمت آشپزخونه میبینه که هنوز ظرف های غذای وعده قبلی روی میز چیده شده معلومه که چند ساعتی از این که این ظرف ها روی میزه گذشته و میدونه که همسرش اصلا آدمی نیست که ظرف ها رو روی میز باقی بذاره خیلی شوکه شده میره سمت اتاق خوابشون میبینه که در اتاق خواب قفله اما یک نوری سوسو میزنه انگار که یک چیزی یک چراغی از داخل روشنه در میزنه فریاد میزنه اما نمیتونه در رو باز کنه توی خونه میگرده دنبال کلید د... یدک دنبال چیزی که باش در رو باز کنه اما چیزی نیست میاد بیرون که از همسایه ها کمک بخواد یک افسر پلیسی رو پیدا میکنه بهش اطلاع میده میگه که من همسرم خونه تنها بود الان وضعیت خونه یه جوریه که میترسم براش اتفاقی افتاده باشه اگر ممکنه بیا و باش و ما این در رو باز بکنیم این افسر پلیس میاد و تلاش میکنه در رو باز کنه و موفق نمیشه در نهایت با لگت جوری که در از لولا در میاد در رو باز میکنه و وارد اتاق خواب میشه میبینه که یک نفری توی اتاق خواب زیر پتوه وقتی پتوها رو میکشه با جسد دوریس روبرو میشه بلافاصله میاد بیرون و به هنری میگه که پیشنهادم بهت اینه که وارد اتاق خواب نشی این افسر برمیگرده به اداره پلیس همکاراش رو میاره که توی دایره جنایی کار میکنن و شروع میکنن به بررسی کردن نیروهای اسکاتلند یارد بودن نیروهای ایستگاه پلیس پدینگتون بودن و شروع میکنن بررسی کردن صحنه جرم چیزی که مشخصه اینه که روی تخت دراز کشیده دوریس یک لباس خواب سیاه تنشه یک جوراب ابریشمی دوره گردنش پیچیده شده اما قبل از اینکه کشته بشه بدنش پر از آثار شکنجه است چیزهایی که روی بدنش مشخص بوده اینه که زخمهای عمیقی در شکم، اندام جنسی، سینه چپ و ها وجود داشته با تیغ و چاقو بدنش رو بریده بودن و این وسایل رو داخل بدنش باقی گذاشته بودن یعنی داخل زخم اینها باقی مونده یک بریدگی عمیق داره از ناف حالت جنسیش انقدری که اعضای داخلی شکمش مشخصن واژنش بسیار آسیب دیده خیلی زیاد بهش چاقو خورده علاوه بر اینها یک تکه از گوشت زیر سینه چپ رو کاملا بریدن در کنارش چاقویی که باهاش بدنش آسیب دیده رو گذاشتن داخل رون پاش یعنی چاقو رو فرو کردن توی رون پاش و کنار بدنش دو تا کاندوم استفاده شده است یک ساعت طلا و پنج پوند هم گم شده اینجا سوال اینه که چه کسی وارد خونه شده و چه شکلی هیچ علائمی از ورود به زور وجود نداره وقتی که پلیس تحقیق میکنه متوجه میشه که دوریس پیش از ازدواج با هنری به عنوان کارگر جنسی کار میکرده و حتی بعد از ازدواج هم گهگداری مشتریهای قدیمیش رو میدیده و اون روز هم به یکی از دوستاش گفته بوده که با یکی از مشتریهای قدیمیش به اسم کاپیتان لقب کاپیتان قرار داره این خیلی برای هنری ضربه وحشتناکیه اینکه همزنش رو کشته شده پیدا میکنه هم میفهمه زنش به عنوان کارگر جنسی کار میکرده پلیس داره توی اون خونه بررسی میکنه هنوز دارن مدارک رو جمع میکنن امیدوارن که چیزی توی این خونه پیدا بکنن که یک نامه دیگه به پلیس میرسه توی این نامه گزارش شده که یک جسد دیگه پیدا شده قبل از اینکه بریم سراغ جسد بعدی این رو بگم که اینجا پلیس یک گزارشی در مورد نحوه قتل ارائه میده میگه که درسته که بعضی از زخم ها خیلی با دقت گذاشته شدن مثل اون شکاف عمیقی که از نافتالت جنسی دوریس اومده اما مشخصه که باقی ضربه ها خیلی هیجانی زده شدن انگار که کسی که قتل رو انجام داده بعد از اینکه این میزان خون رو دیده به هیجان اومده و بعد از اون کارش رو ادامه داده چیز دیگری که مسئول این پرونده اعلام میکنه به پلیس ها اینه که گوشت زیر سینه چپ و بریدگی در ران در زمان زنده بودن اتفاق افتاده و باقی در زمان بیهوشی و قتل اتفاق افتاده یعنی اینکه قاتل داره جسورتر میشه قاتل داره جرأت این رو پیدا میکنه که بخش اعظم از شکنجه ها رو در زمان زنده بودن قربانی ها انجام بده دلیل مرگ دوریس هم خفگی اعلام میشه اون رو هم خفه کرده بودن حالا قربانی بعدی که با یک تکه کاغذ به پلیس ها اطلاع دادن کیه قصه اینجوری شروع میشه که باربارا لوی 15 ساله توی یک مدرسه شبانه روزی درس میخونده در شهری خارج از لندن با فاصله از لندن دور از لندن جمعه سوم هر ماه می اومده تا مادرش رو ببینه. مادرش مارگارت لو یک خانم حدوداً چهل ساله ای بوده، خیلی با دخترش رابطه خوبی داشته، با هم میرفتن خرید، با هم دیگه وقت میگذروندن و خب این زمان باربارا 13 فوریه 1942 میرسه پشت در خونه مادرش و در میزنه. کسی جواب نمیده، خیلی شوکه میشه که چرا مادرش خونه نیست، دوباره صدا میکنه. کسی جواب نمیده یکم اطراف رو میگرده میره کوچه خیابونهای اطراف رو بگرده شاید مادرش رو پیدا بکنه اما خبری نیست یه چند ساعتی میگرده دور میزنه دوباره برمیگرده دوباره در میزنه و کسی جواب نمیده این بار شروع میکنه محکم به در کوبیدن و اسم مادرش رو فریاد زدن که در خونه یکی از همسایه ها باز میشه میاد دم در خیلی آروم صدا میکنه باربارا رو میگه میشه بیای اینجا و همون زمان که باربارا داره نزدیک میشه به این همسایه میبینه که از پشت سر این همسایه دو تا مامور پلیس اومدن بیرون و ازش میخوان که بیاد داخل خونه صحبت بکنه قصه اینه که همسایه ها میدونستن که مارگارت لو برای تامین هزینه های مدرسه دخترش به عنوان یک کارگر جنسی کار میکرده و روز قبل دیده بودن که یک مردی که صدای چکمه خیلی بلنده از خونش بیرون رفته و بعد از اون دیگه کسی مارگارت رو ندیده وقتی چند ساعتی میگذره و بسته پستی که پشت در خونه مارگارت بوده برداشته نمیشه همسایه ها نگران میشن با پلیس تماس میگیرن پلیس میاد با کلید یدکی که وجود داشته وارد خونه مارگارت میشه و چیزی رو میبینه که هیچ از ذهنشون پاک نمیشه مارگارت توی اتاق روی تخت دراز کشیده دور گردنش یک تک جوراب ابریشمی پیچیده شده مشخصه که با اون خفش کردن سر برنارد اسپیلزبری آسیب شناسی که روی این پرونده کار میکرده من یک نقل قول ازش پیدا کردم میگه که جراحات وارد شده توسط قاتل بسیار وحشتناک بود کسی که باهاش روبرو بودیم یک دیوانه جنسی وحشی بود که توی شهوت شیطانی خودش افراد میکردون با بدن لو هم همین کار رو کرده بود با وسایل مختلفی انواع تیغ ها انواع چاقو ها چاقوی دنداندار نانبری چاقوی میوه خوری چاقو هایی که سایزهای مختلف دارن و توی آشپزخونه است روی بدنش زخم های عمیق ایجاد کردن انقدری بد شکمش بریده شده که اندام های داخلی بیرون ریختن در داخل پا سمت کشاله ران زخم های عمیق ایجاد شده اون چاقوی نونبری رو همونجا داخل پاش فرو کرده و گذاشته همونجا بمونه یک شم رو در اندام جنسی اون فرو کرده بوده گذاشته بوده همونجا بمونه و بجز شم تقریبا تمام بریدگی ها در زمان زنده بودن لو اتفاق افتاده بوده به خاطر همین هم پلیس اینجا خیلی وحشت میکنه میگه آدمی که با این سرعت داره در این شعاع چند کیلومتری توی پنج روز چهار نفر رو میکشه و لحظه به لحظه وحشی تر میشه اگر جلوش رو نگیری ممکنه کارهای خیلی ترسناکتری انجام بده دقت کنید که تمام چیزهایی که من تا الان براتون تعریف کردم تنها در پنج روز اتفاق افتاده بعد از ظهر همون روزی که جسد مارگارت لو پیدا میشه یک خانوم دیگری به اسم مارگارت هی بود که دوستاش مری صداش میکردن ما هم برای اینکه با مارگارت قبلی اشتباه نشه مری صداش میکنیم با دوستاش رفته بوده بیرون توی یک باری نشسته بوده و داشته نوشیدنی میخورده یک قراری داشته با یک آقای ساعت هشت و نیمه شب اما این آقا نمیادینم اینم زودتر رسیده بوده یک مرد جوان خیلی خوشتیپی بهش نزدیک میشه و با یک لحجه خیلی تمیز انگلیسی میگه که میتونم یک نوشیدنی مهمونت بکنم مری میگه که نه احتیاجی نیست اما این مرد کوتاه نمیاد میره دو تا لیوان نوشیدنی میگیره یکیش رو میده به مری خودش هم میشینه روبروی مری و بهش ظلم میزنه و نگاه میکنه از قضا کسی که مری باهاش قرار داشته اون ساعت نمیاد و این آدم هی شروع میکنه اصرار کردن هی شروع میکنه حرف زدن هی شروع میکنه به اینکه بیا با هم شام بریم بیرون در نهایت مری نمیخواسته قبول بکنه اما حاضر میشه شمارش رو به این آدم بده و این بره دیگه حالا یه موقعی دیگه همدیگه رو میبینن توی همین گفتگوها یهو این آدمی که داشته با مری حرف میزده یه دسته پول تو جیبش در میاره سی پوند میشماره و سی پوند میده به مری در عوض اینکه باهاش باشه خیلی بهش بر میخوره میگه که من کارگر جنسی نیستم و این پول رو ازت قبول نمیکنم عذرخواهی میکنه پول میذاره جیبش میگه باشه پس صداقل بذار با هم قدم بزنی من تا دم در خونت برسونم هوا تاریک شده همراهت میام در نهایت به خاطر اصرارهای شدیدی که این آدم میکنه مری قبول میکنه توی تاریکی با این آدم میاد بیرون با آدمی که حتی اسمش رو نمیدونه شمارش رو بهش داده و دارن با همدیگه قدم میزنن همینطور که با هم دیگه میرفتن یک جایی یه توکپای تلوی میخوره مری و چرا قوهی که همراهش داشته رو روشن میکنه انقدری مثلا فضا تاریک نبوده ها ولی خب روشن میکنه که مثلا جلوش رو ببینه و یهو متوجه میشه که مسیری که اومده اصلا مسیری نیست که به سمت خونش میره و مسیر متفاوته خیلی شوکه میشه میاد که بره اون آدمی که همراهش بوده اون مرد جوان میگه که من میخوام ببوسمت سعی میکنه که به زور ببوستش مری میاد عقب سعی میکنه که فرار بکنه اما دم در یک پناهگاه بولند این آدم مری رو حل میده داخل پناهگاه خودش هم میره داخل مری سعی میکنه فرار بکنه جلوی در پناهگاه رو میگیره و شروع میکنه بهش حمله کردن گلوش رو فشار میداده لباسهاش رو پاره کرده بوده اون رو روی زمین انداخته بوده و مری با تمام توانش سعی می کرده که مبارزه بکنه اما میدونیم که وقتی قدرت جسمی برابر نیست مبارزه کردن خیلی کار دشواریه در تمام این ثانیه هایی که مری مورد آزار قرار گرفته بوده و این آدم سعی داشته خفش بکنه یه چیزی توی سرش میگشته این که وقتی که اینها داشتن با هم دیگه می اومدن، این آدم به مری گفته بوده که من یه بار یه دختری رو زدم وقتی که مری ازش پرسیده بوده که یعنی چی گفته بوده که من با یک دختری رابطه داشتم پدرش خیلی تو رابطه ما دخالت میکرد من هم دختره رو کتک زدم و حالا داره میفهمه که اون حرفهایی که این مرد بهش زده بوده چقدر حرفهای عجیبی بوده و احتمالا نشون دهنده میزان خوشونتی بوده که الان داشته براش پیش میومده دست های این مرد روی گلوی مریه و پشت سر هم تکرار میکنه که تو نمیتونی تو نمیتونی ساعت حدود ده شبه و همین زمان یک پسر 18 ساله به اسم جان شاین داشته از اون خیابون عبور میکرده جان متوجه میشه که توی یکی از پناهگاه هایی که جلوی روشه یه چیزی یه نوری داره قطع و وصل میشه و به خاطر اینکه اون ساعت اصلا بمبارون نبوده و اینها خیلی کنجکاو میشه بره ببینه چه اتفاقی داره میفته وقتی که وارد پناهگاه میشه متوجه میشه که یک زنی نیمه برهنه روی زمین افتاده لباسهاش پاره شده به نظر میاد که حالش خیلی بده و یک نفری روی اونه وقتی که کسی که داخل بوده کسی که حمله کرده بوده به مری یک همچین صحنه ای رو میبینه میبینه که یک پسر جوان قد بلندی وارد شد چرا قوش رو خاموش میکنه توی تاریکی فرار میکنه از توی پناهگاه میاد بیرون و اینجا مریزنده مونده و فرصت پیدا میکنه که درخواست کمک بکنه جان میاد کنارش سعی میکنه کمکش بکنه بلندش میکنه بهش میگه پاشو راه بیا میگه من خیلی حالم بده برو کمک بیار میاد بیرون یک افسر پلیسی اون شب کشیک داشته توی اون منطقه پیداش میکنه با خودش میارتش داخل این پناهگاه مری رو بلند میکنن میگه که وسایلم رو بدید کیفم شماره تلفن های ضروری همه چی توی کیفمه وقتی که جان میره که کیف مری رو بیاره متوجه یک بسته ای میشه که کنار کیف مری روی زمین افتاده بهش میگه که این بسته رسش چی مال تو بسته کیف ماسک اکسیژن بوده ماسکی که برای حمله های شیمیایی استفاده میشه با توجه به اینکه اون زمان در لندن خیلی مردم میترسیدن که حمله شیمیایی اتفاق بیفته به مردم این اختار رو داده بودن که اگر غیر نظامی هستید و امکان دسترسی به ماسک رو دارید از ماسک استفاده بکنید وقتی که این بستر رو می بینه جان به مری میگه که این مال توه و مری میگه که نه اینجاست که نه تنها مری زنده مونده نه تنها که قاتل رو دیده قاتلی که حمله میکنه شبها بلکه تونسته یک مدرکی هم از اون پیدا بکنه که میتونه منجر به پیدا شدن قاتل بشه چرا میتونه منجر به پیدا شدن قاتل بشه به خاطر اینکه این, این بسته ماسکی که پیدا شده ماسک عادی نیست ماسکی که متعلق به نیروی هوایی ارتشه جان شاین روی این بسته ماسک و اکسیژن رو نگاه میکنه میبینه که روش نوشته شده نیروی هوایی سلطنتی و شماره خورده 52 59 87 این رو به پلیس میده و مشخصه که متعلق به خلبانان نیروی هواییه شما حساب بکنید که توی اون پادگانی که سربازهای نیروی هوایی کار میکنن خلبان ها اونجا استراحت میکنن یک سرجوخه نشسته چارلز جانسون و داره ساعتش رو میگذرونه ده و نیمه شب گذشته دیگه منع رفت آمده کسی از سربازها حق نداره خارج بشه یا وارد بشه و همشون باید این ساعت برگشته باشن که تلفنش زنگ میخوره کسی که پشت خط بوده مامور پلیس لندن بوده و بهش میگه که من میخوام یک شماره پرسونلی رو بررسی بکنید شماره که ما در اختیار داریم و میخوایم بدونیم که متعلق به کیه میخونه 52 59 87 و این سرجوخه ارتشین کسی که پشت خط بوده میگه که این متعلق به خلبان هواپیمای 28 ساله به اسم فردریک گوردون کامینز فردریک کامینز دو فوریه وارد اون اردوگاه شده بوده و اونجا سکونت داشته افسر پلیس میگه که میشه بری باهاش صحبت بکنی و راجع به ماسک اکسیژنش ازش بپرسی میگه که آره این سرجوخ جانسون میره تا سوال بکنه از این آدم و وقتی که وارد میشه متوجه میشه که این توی خوابگاه نیست و زمانی که دقیقا ساعت من ارفت آمده و آدم ها نباید وارد یا خارج بشن این آدم توی اردوگاه وجود نداره صبر میکنه صبر میکنه تا برگرده و چهار و نیم صبح این آدم برمیگرده برمیگرده و این افسره میاد سراغش میگه کجا بودیم میگه ببخشید من خیلی حالم بد بود خیلی و مست کردم توی یک باری ساعت از دستم در رفت نتونستم راه هم رو پیدا بکنم و دیگه تاریک بود و ساعت رو ندیدم و در نهایت هم دیر رسیدم ازش میپرسن که خب ماسک گازت کجاست ماسک اون حالا شاید ماسک اکسیژن اصطلاح درست نباشه ماسک گاز کلمه بهتری باشه میگه که خب توی کیفمه میگه نگاه کن نگاه میکنه میگه که آه نه توی کیفم نیست من رفته بودم به یک باری با یه سری سرباز دیگه اونجا نشستیم با هم نوشیدنی خوردیم من وسایلم رو گذاشته بودم این احتمالا از توی یک کیفی بوده که از کیف من افتاده من اونها رو نمیشناختم اسمشون رو نمیدونم اما اگر ببینمشون تشخیصشون میدم با وجود این حرفها سرجوخه و پلیس تصمیم میگیرن که منتقلش بکنن به ایستگاه پلیس مرکزی تا اونجا بیشتر باهاش صحبت بکنن وقتی که راجبه مری بود ازش میپرسن میگه که آره من میشناسمش ما با هم توی بار بودیم ما هم یه نوشیدنی خوردیم بعد اومدیم بیرون من یک مقداری از مسیر همراهیش کردم و بعد تاکسی گرفتم و رفتم یادم افتاد که باید برم جای دیگری و بیشتر از این نمیدونم من همراهش نبودم اون زمانی هم که ازش خدافزی کردم صحیح و سالم بود پلیس بهش میگه خیلی خب میتونی یک بیانیه یک کتبی بنویسی میگه که آره زمانی که شروع میکنه به نوشتن این بیانیه ای کتبی پلیس متوجه میشه که چپ دسته و همونجا بازداشتش میکنه. روی دستش علائمی از خراش و سایدگی بوده. وقتی بهش میگن اینا از کجا روی دستت افتاده میگه که موقع تعمیر کردن موتور هواپیما این اتفاق افتاده ولی خب ما میدونیم که اون یک درگیری شدیدی با مری داشته دیگه احتمالا این زخم‌ها اونجا به وجود اومده بوده. یه سری وسیله ازش میگیرن که توی جیباش بوده یک شونه دندون پلاستیکی که چندتا تا دندونش شکسته بوده یک قلمی که روش حروف اختصاری دی جی نوشته شده بوده یک ساعت موچی که بندش تعمیر شده بوده بندش عوض شده بوده و همینطور یک تکه کاغذ که شماره تلفن مری روش نوشته شده بوده یادتونه که مری گفته بود من شمارم رو دادم بهش این رو به پلیس گفته بود و الان هم شماره توی جیبش پیدا شد اونجا باز میگه که نه من ام شماره مری رو فقط گرفتم کاری باهاش نداشتم من بهش حمله نکردم اما حاضرم بهش قرامت بدم بابت آسیبی که دیده خب اگه تو کاری نکردی برای چی حاضری قرامت پرداخت بکنی به این آدم اما پلیس میدونسته که آدم درست رو گرفته چرا کاترین رو به خاطر میارید دختر دیگری که زنده مونده بود و تونسته بود این آدم رو بیرون بکنه لحظه ای که این توی تاریکی داشته لباس میپوشیده کمربندش رو توی خونه کاترین جا گذاشته بوده و کمربندش مختص سربازان نیروی هوایی ارتش بوده اما چون هیچ نشونه ای روش نبوده نمیتونستن پیگیری بکنن و از طریق کمربند پیداش بکنن همه ی زنانی که مورد حمله قرار گرفته بودن یا این آدم سراغشون رفته بوده و زنده مونده بودن تایید میکنن که کسی که سراغشون اومده بوده گفته بوده که من خلبان ارتشم خب الان به نظر میاد که مهره پازل داره کنار هم قرار میگیره. پلیس توی تحقیقاتش متوجه میشه که تمام خلبان ها موظفن زمانی که میخوان خارج بشن و بعد وارد بشن توی یک دفترچه ورود و خروجشون رو ثبت بکنن. میاد بررسی میکنه این دفترچه رو برای اینکه ببینه که خب وضعیت این آدم چه شکلیه. میبینه که این آقا تمام زمانهایی که به کسی حمله شده یا قتلی اتفاق افتاده توی خوابگاهشون بوده و این خیلی چیز عجیبیه الان پلیس کاملا به شک داره دیگه چطور ممکنه تمام زمانها این توی خوابگاه بوده باشه توی بررسی دفتر دفترچه مشخص میشه که خیلی از این نوشته ها با خودکارن خیلیاش با مداد و تمام ثبت هایی که برای این آدم اتفاق افتاده با مداد بوده خب پس احتمال این وجود داره که نام دیگری نوشته شده بوده و بعد پاک شده اما خود گوردون کی بوده حالا من یه سری اطلاعات راجع به خودش بهتون میدم متاسفانه با توجه به قدیمی بودن این پرونده هم تصاویر خیلی کمه هم اطلاعات جزئی از زندگیش خیلی کمه من گشتم سعی کردم بیشترین چیزهایی که میتونم رو جمع آوری بکنم گوردون فردریک کامینز متولد 18 فوریه 1914 بوده توی نورس رایدینگ یورکشایر به دنیا اومده بوده پدرش یک کارمند دولتی بوده که مسئول اداره یک مدرسه برای نوجوانان بزهکار بوده مادرش خوندار بوده به ظاهر زندگی عادی داشتن و توی یک مدرسه خصوصی خوب درس میخونده چیزی که معلم ها ازش به خاطر دارن اینه که این آدم بیشتر از اینکه حواسش به درس و درس خوندن و اینجور چیزها باشه حواسش به روابط اجتماعی بوده خیلی برای بقیه لاف میزده خیلی تلاش میکرده بقیه رو تحت تاثیر قرار بده خیلی حرف میزده اما با وجود همه این حرف زدن ها دانش آموز خوبی بوده 16 سالگی دیپلم شیمی میگیره بعد از اتمام تحصیلاتش 1930 میره به کالج یک, م... یک یکی دو سالی اونجا درس میخونه یک نوامبر 1932 ول میکنه کالج رو میاد بیرون توی 18 سالگی نقل مکان میکنه نیوکاسل برای یک مدت کوتاهی توی همون رشته که کار کرده بوده یعنی درس خونده بوده به عنوان شیمیدان شروع به کار میکنه اما در نهایت از شغلش برکنار میشه 1933 به عنوان یک دباغ کسی که کار پوست میکنه کندن پوست شروع به کار میکنه سیزده ماه هم کار میکنه اما بعد از این سیزده ماه به دلیل اینکه خیلی آدم بدقولی بوده توی زمانبندی ارسال کارهاش از کارش برکنار میشه بعد از اون هم به عنوان کارمند یک شرکت تولید لباس چرم شروع به کار میکنه خیلی رفت داشته به شغل قبلیش شروع به کار میکنه و اتفاقا اونجا دوره میگذرونه از یک کارگر ساده تبدیل میشه به سرکارگر و خیلی هم شغلش خوب بوده خیلی هم علاقه داشته به اینکه توی محافل ثروتمندان رفت آمد بکنه خیلی لاف میزده میرفته توی بارهای خیلی مشهور با جوونهای تقریبا پولدار میگشته و میگفته که فرزند نامشروع یک اشراف زاده است و اون آدم داره زندگی این رو تامین میکنه خیلی قصه های خیالی میگفته از وضعیت زندگیش روی لحجش کار میکنه لحجهش رو عوض میکنه یک لحجه اصطلاحا آکسفوردی خیلی تر و تمیز تحویل میده و برای اینکه از نظر مالی خودش رو برسونه به چیزی که اداش رو در می آورده و بتونه خرج بکنه شروع میکنه دزدی ها و پول برداشتن های کوچیک کوچیک کردن و در نهایت باعث میشه که شغلش رو از دست بده خیلی هم میزده در مورد ارتباطش با خانوم ها این که من با انواع دخترها در ارتباطم و همه برام میمیرن و از این 8 فوریه 1935 از کارش اخراج شده نقل مکان میکنه خونه برادرش به این امید که دنبال کار بگرده و همون سال 1935 برای پیوستن به نیروی هوایی ارتش درخواست میده شروع میشه وارد نیروی هوایی ارتش میشه شروع میکنه آموزش دیدن یک دوره آموزش میبینه و در نهایت موفقشون رو معرفی میکنه به جای دیگری تا آموزش هاش رو کامل بکنه مافوق هاش معتقد بودن که آدم جاه طلبیه آدم لاف زنیه اما بسیار خوب وظایفش رو انجام میده وقتی کاری رو بهش میدن خیلی خوب انجام میده بقیه همخوابگاهیاش توی همون نیروی هوایی بهش لقب دوک رو داده بودن مسخرش میکردن بابت اینکه انقدر ادعا میکنه که من اشراف زادم سال 1936 آشنا میشه با یک خانومی به اسم مارجری استیونز این خانوم منشی تهیه کننده یک تهیه کننده تئاتر بود با این خانوم آشنا میشه بعد از هفت ماه ارتباط بهش درخواست ازدواج میده و با هم دیگه ازدواج میکنن پس آدمی که الان در اختیار پلیسه و به جرم قتل دستگیر شده زن داره هرچند که این زمان بچه ای نداشته یک بار یکی از صابخونه هاش ازش شکایت میکنه به جرم دزدی با اینکه مطمئن بوده که دزد این آدمه و پلیس هم ازش بازجویی میکنه اما هیچ مدرکی علیهش وجود نداشته پس آزاد میشه فقط اون صابخونه بهش میگه که خونه من رو تخلیه بکن سال 1942 با بیش از هزار ساعت پرواز به عنوان کسی که خیلی مثال زدنی تونسته پرواز بکنه و خیلی کارش رو خوب انجام داده با یک سابقه بسیار عالی همراه با 300 مرد دیگه فرستاده میشن به لندن برای اینکه فعالیت بکنن و خب میدونیم که دوران جنگه اینجا جاییه که الان هست همراه با اون 300 مرد دیگه توی یک خوابگاهیه و این مرد لافزن ماجرای ما به جرم قتل دستگیر شده پلیس که داره در موردش تحقیق میکنه متوجه یه سری نکات دیگه میشه دو تا قتل بوده که پلیس به این پرونده ربطشون نداده بوده چون قبل از سال 42 اتفاق افتاده بودن و از نظر پلیس قتلهای تکی بودن اما حالا که این آدم رو گرفته بودن و سابقش رو داشتن متوجه دو تا قتل دیگه میشن 13 اکتبر 1941 یک سال قبل از قتل های زنجیری که در تاریکی اتفاق می افتادن. یک خانومی به اسم میپل چرچیارد یک خانم جوانی بوده که مشهور بوده به ارتباط با سربازها کشته میشه. جسد برهنش توسط کارگرهایی که می اومدن خونش برای کار پیدا میشه توی تختش قاتل چپ دست بوده و خفه شده بوده بهش تجاوز جنسی اتفاق نیفتاده بوده اما پولهاش گم شده بوده چهار روز بعد 17 اکتبر همون 1941 یک خانم 48 ساله ای به اسم ادیس هامفریز توی خونش روی تختش پیدا میشه در حالی که خیلی آسیب دیده بوده با چاقو بهش ضربه زده بودن گلوش بریده شده بوده یک چاقو رو توی سرش فرو کرده بودن جوری که چاقو به مغزش رسیده بوده اما هنوز زنده بوده ادیس که منتقل میشه به بیمارستان همونجا هم جونش رو از دست میده در مورد این فرد هم گفته شده که قاتل چپ دست بوده سعی کرده بود اول خفش بکنه از خونش مقدار مقداری پول و طلا گم شده بوده اما چرا پلیس یهو شک کرده بوده و این دو پرونده هم رفت داده بوده به این آدم به خاطر اینکه هر دو مورد قتل ها دقیقا زمانی اتفاق افتاده بوده که گردون اومده بوده توی اون منطقه ساکن شده بوده پس نزدیک بوده به مقتولین به گفته بقیه سربازهایی که در خدمت نیروی هوایی بودند، گردون عموماً مقررات رفت آمد رو رعایت نمیکرد. این خیلی رواج داشته بین سربازها، اما در مورد این آدم از این نظر مهم میشه برای پلیس که اونها میگن که خیلی وسواس داشت روی کارگرهای جنسی، خیلی علاقه داشت که با کارگرهای جنسی رابطه داشته باشه، خیلی در مورد این قضیه حرف میزد. بلوندها رو دوست داشت همیشه این رو میگفت خیلی وقتها پیش اومده بود که از بقیه بخواد که اسمش رو توی اون دفتر ورود و خروج بنویسن و در کل رفتارهای عجیب و غریب داشته پلیس شروع میکنه جستجو کردن وسایلش و جلوی خوابگاهش یک سطل آشقالی بوده که وقتی پلیس این سطل آشقال رو بررسی میکنه دو جفت کفیه کفش پیدا کنه کفیه بیرون تخت کفش کنگار تخت کفش رو عوض کرده بودن وقتی که میاره و با کفش این بررسی میکنه میبینه که بله این تخت ها متعلق به کف کفش این بودن که عوض کرده با اینکه تا این لحظه ای که پلیس داره روی این پرونده کار میکنه هرگز اثر کفشی از قاتل در صحنه جرم پیدا نشده بوده اما پلیس حدس میزنه که این فکر کرده که رد پاش باقی مونده و برای پیشگیری اومده کف کفشاش رو عوض کرد در وسایلش چیزهایی پیدا میشه که به نظر میاد پرونده رو یکی یکی داره حل میکنه یک قاب سیگار سفید یک جعبه سیگار سفید پیدا میشه که روش دبلیو نوشته شده بوده و داخلش عکس یک زنی بوده که این زنه خب ناشناس بوده کسی نمیدونست جزو قربانی ها نبوده وقتی این رو نشون میدم به خانواده قربانی ها همسر سابق اولین اوتلی دومین مقتول ما میگه که بله این متعلق به همسر سابق من بود و این عکسی هم که دارید میبینید عکس مادرشه مثلا از این عکس بازم توی خونش هست و وقتی پلیس تحقیق میکنه میبینه که بله همینطوره باقی اقلام رو هم نشونه خانواده مقتولین میدن و کم کم گره ها باز میشه شوهر دوریس تشخیص میده که قلمی که توی جیبش بوده متعلق به همسرشه خانواده اویلین ای همیلتون همون مقتول اول میتونن مدادی که متعلق به اون بوده رو تشخیص بدن اما این وسط یک اتفاق جالب دیگه هم میفته این آدم گردون بدهکار بوده به یک نفری و بدهیش رو پرداخت میکنه وقتی که دستگیر میشه اون آدمی که بدهی رو گرفته بوده پول رو گرفته بوده میاد پیش پلیس و میگه که این پولیه که این به من داده شماره سریال پولی که از مقتول اول همیلتون یادتون 80 پوند گم شده بود و پلیس داشته من نمیدونم چطوری اون زمان شماره سریال رو پلیس داشت، اما بررسی که میکنه میبینه که این شماره سریال همونه همون پولیه که این داده به طلبکارش کارش از اون طرف دو پوندی که پرت میکنه توی خونه کاترین که ببخشید من خیلی مست بودم و میره اون دو پوند هم شماره سریالش یکیه با شماره سریال پولهایی که متعلق به همیلتون بوده و پولهایی که به طلبکارش داده بوده یک مقداری از خون روی لباسهاش پیدا میشه اما از اونجایی که اون زمان تکنولوژی انقدر پیشرفت نکرده بود اصلا نمیتونن تشخیص بدن که خون متعلق به چه کسیه اون سوری که در این پرونده خیلی کمک میکنه کاراگاهی یکی از ابتدا روی پرونده همیلتون کار کرده بوده و تک تک اومده بوده جلو با قربانیها. یک آقایی بوده به اسم فردریک شریل این آدم هم کاراگاه قتل بوده هم متخصص بررسی اثر انگشت و خیلی دقیق توی این زمینه کار میکرد داریم از زمانی صحبت میکنیم که اثر انگشت ها رو پرینت بزرگ میگرفتن و دستی با هم دیگه بررسی میکردن یعنی اصلا بررسی اثر انگشت ها خیلی کار دشواری بوده این زمان این اومده بوده یه سری اثر انگشت از جاهای مختلف پیدا کرده بوده توی این پرونده قتل از کجا یادتونه گفتم یه دربازکنی بود که باهاش آزار جنسی رسونده بودن به اوتلی این در بازکن اثر انگشت قاتل روش باقی مونده اثر انگشت شست و اثر انگشت انگشت کوچیکش یک اثر انگشت هم روی جاشمی پیدا شده جاشمی که شمعش برای آزار جنسی مارگارت برداشته شده بوده خب الان دو تا اثر انگشت هم وجود داره مدارک پلیس به نظر کامل قبل از اینکه برن به سمت دادگاه ها و روبرو بشن با تیم وکلا میفرستنش بهش یک روانپزشکی برای اینکه بررسیش بکنیم. این روانپزشک شروع میکنه بررسی کردنش و میگه که درسته که این آدم به نظر میاد که اختلالات روانی در روابط اجتماعیش داره حالا مثلا آدم خود شیفته ایه. اما اصلا آدمی نیست که کنترلش رو از دست بده و به خاطر از دست دادن کنترل مرتکب قتل بشه از اون طرف ما داریم میبینیم که این در قتل حرفه‌ای شده هر بار که قتلی انجام داده و بعد سراغ قربانی بعدی رفته ما میبینیم که آدم ماهرتری شده سادیسم جنسیش بیشتر شده آزارهایی که رسونده بیشتر شده و کاملا تمام این رفتارها رو آگاهانه انجام داده خب پس اختلالی نداره که در دادگاه وکلاش بتونن از بند جنون استفاده بکنن نکته عجیبتر اینه که اصلا آدم بدرفتاری نبوده نه پدرش نه مادرش نه همسرش نه هم اتاقیاش هیچ کدوم از این خشونت ندیده بودن حتی پلیس میره با کارگرهای جنسی که قبلا این باهاشون رابطه جنسی داشته صحبت میکنه و اونها هم میگن که این هیچ وقت با ما رفتار بدی نداشت هرگز از کلمات تحقیرآمیز برای زنها توی جمع استفاده نکرده بود زنان زندگیش رو تحقیر نکرده بود هیچ چیز توی زندگی نبود که بگی آقا این یه نشونه رو داره که ما ربطش بدیم به این قضیه اینا رو داشته باشید این رو هم در نظر بگیرید که تمام مدتی که دستگیر شده داره کتمان میکنه میگه نه من این کار رو نکردم من قبلا اوتری رو میدیدم با هم دیگه قرار میذاشتیم به خاطر همینه که اثر انگشت من توی خونش مونده من مارگارت رو قبلا میدیدم به خاطر همینه که اثر انگشت من توی خونش مونده تو همه رو میدیدی توی لندن محاکمش قرار بوده آپریل 1942 شروع بشه یک نکته وجود داره اون زمان در قانون انگلستان وقتی که چند جرم مشابه وجود داشته نمی شده یک نفر رو برای همه جرم ها فرستاد به زندان باید برای یکیش میفرستادنش زندان یعنی اینها همه با هم همپوشانی داشتن مثل امروزه نبوده خب اینها برای کی میفرستنش زندان اینها الان برای چهار تا قتل این مدرک دارن اون دو موردی که بهش ربط دادنش رو نه نتونستن مدرکی پیدا کنن اما چهار مورد که وسایل قربانی ها توی خونش پیدا شده و در دو مورد اثر انگشتش پیدا شده میتونن بهش رفت بدن اما برای قتل اطلی میفرستنش دادگاه چرا؟ چون وسیله‌ای که روش اثر انگشت باقی مونده بوده مستقیم در قتل دخالت داشته و چیزی نبوده که این بتونه ادعا بکنه که من قبلا به دروازه خونه ی این دست زدم به خاطر همین اثر انگشتم روش مونده در دادگاه اون کسی که افسر پرونده کاراگاه پرونده بوده تمام مدارکش رو ارائه میده همراه با دادستان پرینت اثر انگشت ها رو میاره ارائه میده شواهد ارائه میکنه شاهدینی رو به دادگاه میاره که شهادت میدن که تمام زمانهایی که قتل ها و حمله ها اتفاق افتاده این آدم دیده نشده مثلا یه سری ها میگن که ما حتی با این آدم قرار داشتیم و وقتی که قرار داشتیم همین نیومد دقیقا زمان قتل بوده خود مری میاد و اعلام میکنه که این آدم همون کسیه که به من حمله کرده افراد دیگری هم میان علیه شهادت میدن مثل آیوی یادتون همسایه روبرویی اتلی بود که دیده بودش این وارد شده کسی که در دادگاه ازش دفاع میکنه اول تیم وکلاشن بعد هم خانوادهش همسرش و خانوادهش خیلی موسرانه معتقد بودن که این آدم بیگناهه در نهایت 20 آپریل از خودش دفاع میکنه میگه که من بیگناه هم من کاری نکردم من در هیچ قتلی دست نداشتم ساعت چهار بعد از ظهر هیئت منصفه میرن برای اینکه مشورت بکنن چهار و سی و پنج دقیقه برمیگردن خیلی زمان کوتاهیه بدون اینکه هیچ کدوم توی چشمهاش نگاه بکنن نمایندهشون میاد و اعلام میکنه که متهم قاتله بعد از اینکه این رو اعلام میکنه قرار میشه که حکم خونده بشه و درخواست حکم اعدام براش داشتن و خب قاضی هم با حکم موافقت میکنه. زمانی که حکم اعدامش خونده میشه هیچ احساسی توی صورتش نشون نمیده هیچ ناراحتی نداشته گوردون کامینز در 25 جوان 1942 اعدام میشه و جالب بدونید که در زمانی که اعدامش داشته در محوطه زندان اتفاق میافتاده حمله هوایی آلمان به لندن اتفاق افتاده تنها کسی در تاریخ انگلستانه که در زمان حمله هوایی در یک جنگی مراسم اعدامش برگزار شده این پایان پرونده کسیه که شده بود هیولای شبهای لندن زمانی که چراغها خاموش میشد بیرون می اومد. حقیقت اطلاعات روانشناختی نسبت به شخصیتش نسبت به انگیزش خیلی کمه این نفرت عمیقی که داشته نسبت به زنها یک طرفه از طرفی زنان زندگیش میگن که آدم محترمی بوده این میلش به خون این میلش به آسیب فیزیکی زدن که لحظه به لحظه قتل به قتل بیشتر میشده شما حساب بکنید که تمام قتلها و حمله در پنج شیش روز اتفاق افتاده و این نشون میده که اگر جلوش رو نمیگرفتن اگر اون ماسک گاز رو پیدا نمیکردن چند نفر دیگر رو میتونست بکشه من ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید یادتون نره که برامون کامنت بذارید ما همه رو میخونیم ولی نمیرسیم جواب بدیم شرمنده ایم خیلی کارمون زیاده یادتون نره که ما رو لایک بکنید و دمتون گرم یعنی که تا اینجای ویدیو با من همراه